سرخط خبرها. گفتگوی رهبر کاتولیک های جهان با پرنفوذترین مرجع تقلید شیعیان در عراق، پاپ فرانسیس و آیت الله سیستانی بر حفظ امنیت مسیحیان تاکید کردند. هشدار مقام های ایران درباره موج جدید کرونا در آستانه سال نو، سفر به مناطق قرمز و نارنجی ممنوع اعلام شد. محمد اشرف غنی دمیلی شورا. رئیس جمهوری افغانستان در پارلمان، اشرف غنی میگوید انتقال قدرت از طریق انتخابات قابل معامله نیست. و برآورد تکان دهنده سازمان ملل از دورریز مواد خوراکی در جهان، هر سال بیش از 900 میلیون تن غذا راهی سطل زباله می شود. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان با آیت الله علی سیستانی، پرنفوذترین مرجع تقلید شیعیان در عراق، گفتگو کرد. در این ملاقات که در خانه آیت الله سیستانی در شهر نجف صورت گرفت، آنها بر تبلیغ دوستی پیروان همه ادیان و همکاری رهبران مذهبی برای پایان دادن به جنگ و خشونت به اسم دین تاکید کردند. پاپ قرار است فردا به شهرهای اربیل و موصل هم سفر کند، جایی که در دوران سلطه داعش در سالهای اخیر هزاران نفر از مسیحیان عراق کشته شدند و صدها هزار نفر آواره. اینها تصاویر زنده هست از سفر امروز پاپ، دومین روز سفر پاپ در بغداد، در کلیسای مسیحیان کلدانی در بغداد که همین حالا وارد این کلیسا شده و با استقبال پیروانش مواجه شده بعد از دیدار با آیت الله سیستانی، مرجع تقلید شیعیان. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. یکی از خیابان‌های جنب حرم در نجف، شهری که امروز شاهد ملاقاتی تاریخی بود. پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان به دیدار بزرگترین مرجع شیعیان عراق رفت. در خانه‌اش، در این کوچه، در این اولین سفر یک رهبر کاتولیک‌های جهان به عراق و اولین دیدار او با شاید پرنفوذترین مرجع مسلمانان شیعه، کوششی برای نزدیک کردن ادیان با هدف پایان دادن به جنگ و خشونت به اسم مذهب. ملاقات این دو رهبر مذهبی سالخورده جهان حدود 45 دقیقه طول کشید در این اتاق ساده و دور از تجمل. آیت الله سیستانی که 90 سال سن دارد، کمتر از خانه‌اش خارج می‌شود و کمتر تصاویر تازه‌ای از او دیده شده. دو نفر در صحبت‌هایشان بر ایجاد دوستی و مودت بین ادیان تأکید کردند. واتیکان بعد از این ملاقات گفت پاپ با آیت الله سیستانی درباره احترام متقابل و گفتگو بین ادیان و جوامع صحبت کرد و آوردن صلح، ترقی و اعتلاء به عراق و منطقه. و دفتر آیت الله سیستانی گفت او از رهبران بزرگ دینی و معنوی خواست که نقش مهمی برای پایان دادن به فجایع بازی کنند. او گفت مردم عراق و از جمله مسیحیان عراق باید در امنیت، صلح و با حقوق کامل بر اساس قانون اساسی زندگی کند. کمی دیرتر پاپ به شهر اور رفت در استان ناصریه برای برگزاری یک مراسم نیایش بین الادیان در کنار بقایای آثار باستانی شهری که زادگاه حضرت ابراهیم است. این پرچمدار بنی آدم، مذهب انسانیت. صلح به برنده و بازنده نیاز ندارد. برادران و خواهرانی می‌خواهد که با وجود سوء تفاهم‌ها و رنج‌های گذشته با وحدت در مسیر حرکت کنند که به جنگ پایان بدهد. اینجا در کنار یکدیگر، پاپ و رهبران ادیان و اقوام عراق نشان دادن وحدت با هدف صلح در این کشور جنگ زده و چند پارچه. عراق ده ها سال است که دستخوش جنگ و تروریسم است. در شمال کشور، در شهرک عمدتاً مسیحی نشین قرقوش، در کلیسای بزرگ تمرین ها برای آمدن پاپ ادامه دارد. فردا قرار است که او از اینجا دیدن کند برای نشان دادن حمایت و تسلی دادن به مسیحیان عراق
که داعشی ها هزاران نفر از آنها را کشتند و صدها هزار نفر را آواره کردند. دیدار پاپ از مسیحیان در شمال عراق، بخش آخر و پرخطر سفر سه روزه او در منطقه‌ای که داعشی ها هنوز اینجا و آنجا فعال هستند. کسری نجی، بی بی سی. از محمد جواد اکبر این دین پژوه در پاریس پرسیدم دیدار پاپ و آیت الله سیستانی چه پیامی برای دیگر رهبران مذهبی منطقه از جمله آیت الله خامنه ای میتواند داشته باشد. وقت شما بخیر. ببینید، ما داریم درباره عراقی صحبت میکنیم که 22 طائفه دینی الان درش حضور دارن. کشورهای شبیه عراق مثل لبنان که اونجا هم 18 طائفه دینی و مذهبی درش حضور دارن، و مثلا در عراق فقط مسیحیان خودشون 14 شاخه اند. این تنوع و ترکیب اگر نخود مدیریت بشه، اگر نخود بر مدار صلح و اخلاق انسانی مدیریت بشه، میتونه تبدیل به فاجعه بشه، خصوصا وقتی گروه‌هایی با انگیزه های ایدئولوژیک اونجا حضور دارن، تأثیر دارن، فعالیت دارن. الان این دوتا چهره‌ای که با هم دیدار کردن، هر کدوم به سهم خودشون پیشتر نشون دادن که انگیزه های بسیار قوی دارن و حالا باید اون نظر تبدیل به عمل بشه. مثلا آقای سیستانی که در دوران صدام در حصر خانگی به سر می برد، بعد از سقوط دیکتاتور عراق وقتی آزاد شد و به صحنه برگشت، تمام تلاشش رو کرد. من اینجا به شما عرض بکنم که چند سال پیش من یه مصاحبه ای داشتم با حامد الخفاف، سخنگوی آیت الله سیستانی در بیروت که الان هم هستن، و درباره نظر آیت الله درباره سایر اقلیت‌ها و گروه‌های دیگر در عراق پرسیدم که چه نسبتی و چه چشم‌اندازی نسبت به اونها وجود داره. پاسخشون این بود که آقای سیستانی میگن هم لیسو اخواننا بل انفسنا، میگن اونا برادر خواهرای ما نیستن، اونا خود ما هستن. حالا همین دیدگاه رو شما نگاه کنید که پاپ فرانسیس درباره نوع نگاهش به انسان‌ها ما در سال‌های اخیر دیدیم در احکام جدیدی که وارد دائره المعارف مسیحیت کرد دیدیم. به نظر من این دوتا چهره پیشینه‌شون نشون میده که کاملا باور دارن، اما این باور چگونه میخواد تبدیل به عمل بشه، طبیعتا باید منتظر پیامدهای دیدار امروز بود. بله، و اگر که بخوام سوالم رو به گونه دیگر تکرار کنم، این چه پیامی میده به رهبران مذهبی منطقه از جمله کشورهای مثل لبنان و ایران؟ به نظرم به اونها یادآوری میکنه نتیجه کارنامه شون رو. شما نگاه کنید در سالهای اخیر یکی از بزرگترین مشکلاتی که برای مسیحیان خود عراق پیش اومد این بود که مثلا برخی از گروه های تحت نظر جمهوری اسلامی و تحت حمایت جمهوری اسلامی با این بهانه که مسیحیان اگر قدرت پیدا کنند، اگر تقویت بشن، اگر امنیتشون تقویت بشه، پای آمریکا رو بیشتر باز میکنن به منطقه، آسیب های زیادی زدن به مسیحیان و باعث مهاجرت اونها شدن. از 1,400,000 نفر مسیحی در گذشته الان 2,300,000 نفر بیشتر نموندن. البته داعش و القاعده هم مؤثر بودن. رهبران کشورهای دیگه به ویژه رهبر جمهوری اسلامی اگر نگاهی به کارنامه خودش بندازه و تباهی که اون کارنامه برای کشورهای مثل عراق و لبنان ایجاد کرده، یا مثلا نقشی که حزب الله لبنان داشته در ایجاد تفرقه در اون کشور، اگر به این دیدار امروز نگاه بکنن و به ضرورتی که این صلح برای افزایش امنیت و آرامش انسان و جهان داره، به گمانم میتونن تجدید نظر بکنن اگر اون چارچوب های ایدئولوژیک و انگیزه های ایدئولوژیک بگذار. گفتگویی بود با محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی. چند خبر کوتاه. سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرده گزارش نهایی خود درباره سرنگونی هواپیمای مسافر برای اوکراین را این هفته به صورت عمومی منتشر می‌کند. سخنگوی این سازمان گفته در این گزارش هیچ سانسوری وجود ندارد. به گفته محمد زیبخش، این گزارش به مسائل فنی پرداخته. هواپیمای اوکراین بیش از یک سال پیش بر اثر شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و همه 176 سرنشین آن کشته شدند.
یک آتش سوزی گسترده در گمرک ابو نصر فراهی در ولایت فراه افغانستان در نزدیکی مرز ایران و در میان تانکرهای حامل نفت و گاز رخ داده. رئیس شورای ولایتی فراه به بی‌بی‌سی گفته به دلیل گستردگی دامنه آتش سوزی و با توجه به دوری از مرکز و ناامنی راه‌ها از ایران برای فرونشاندن آتش کمک درخواست شده. گمرک ابو نصر فراهی از گذرگاه‌های مهم در غرب افغانستان است و بیشتر مواد نفتی از این راه وارد می‌شود. در هفته‌های گذشته آتش سوزی دیگری در گمرک اسلام قلعه خسارت زیادی به جای گذاشت. در ایران با افزایش جنب و جوش مردم و خریدهای سال نو، خطر موج جدید کرونا جدی شده. ستاد ملی مقابله با کرونا سفر به شهرهای قرمز و نارنجی را ممنوع کرده. رئیس جمهوری ایران هم از مردم خواست خریدهای شب عید را تا حد امکان به صورت اینترنتی انجام دهند. همزمان سازمان غذا و داروی ایران از ورود سومین محموله واکسن کرونا از روسیه خبر داده. مینا جوشوانی گزارش می‌دهد. نزدیک شدن دومین عید نوروز ایران در میان محدودیت‌های کرونا ترس را از شیوع موج چهارم این ویروس تشدید کرده. اگرچه مقامات می‌گویند روند شیوع بیماری در سطح کشور تقریباً باثبات شده و در استان‌های شمالی کاهش یافته، در استان خوزستان که درگیر ویروس جهش یافته است، اما روند ابتلا به ویروس صعودی و آمار مرگ و میر بالاست. سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا از گسترش این نوع ویروس به سایر شهرها ابراز نگرانی کرده. یکی از استانهای دیگه‌ای که ما نگرانی در موردش داریم استان چهارمحال بختیاری هست که گرچه هنوز بیماری خیلی افزایش پیدا نکرده، اما نشانه هایی ما داریم میبینیم در استان چهارمحال بختیاری که حتما نیاز هست که دقت بسیار بیشتری در موردش انجام بشه. وضعیت قرمز شیوع کرونا یعنی به ازای هر 100 هزار نفر ابتلای 25 نفر به ویروس قطعی است. و در این شهرهای بسیار پرخطر باید همه کسب و کارها به جز مشاغل ضروری تعطیل باشند. هم اکنون وضعیت 11 شهر و شهرستان از جمله آبادان و اهواز قرمز و 32 شهرستان نارنجی به معنای پرخطر، 251 شهرستان زرد با خطر متوسط و 154 شهرستان آبی به معنای کم خطر است. ما برای عید امروز مصوب کردیم که سفر برای شهرهایی که قرمز هست یا نارنجی این ممنوعه. یعنی ستاد مقابله با کرونا این روزها با چالش جدیدی روبروست: سفرهای نوروزی و خریدهای شب عید. ولی خواهش ما اینه که در ترددهایی که در شب عید برای خرید انجام میشه تراکم مراعات بکنن، فاصله ها رو مراعات بکنن، پروتکل ها رو مراعات بکنن. وضع محدودیت ها و پروتکل های سختگیرانه تر ضروری است، اما برای شکست کرونا کافی نیست. بنابر تازه ترین آمار وزارت بهداشت، تا ظهر امروز بیش از 8000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده و این ویروس جان 82 نفر دیگر را گرفته. در حالی که بسیاری از کشورهایی که واکسیناسیون را از مدت‌ها پیش آغاز کردند هم نگران شیوع موج تازه کرونا هستند، دولت ایران نخست با تعلل در خرید واکسن اعتراض بسیاری از مردم را برانگیخت و حالا با ابهام در توزیع و تزریق واکسن. مشخص نیست که تا به حال دقیقاً چند نفر واکسن زدند، اما وزیر بهداشت پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که واکسیناسیون گروه‌های آسیب پذیر تا پایان امسال تمام شود. واردات واکسن هنوز ادامه دارد. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران از ورود سومین محموله واکسن اسپوتنیک از روسیه خبر داده و گفته تاکنون 570 هزار دوز واکسن از چین و روسیه وارد شده. همزمان خبرگزاری ایسنا به نقل از مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، از شروع فاز دوم کارآزمایی واکسن کرونا ایرانی با نام کوو برکت تا چند روز دیگر خبر داده. فعلا اما ایران باید یک نوروز دیگر را با محدودیت‌های کرونا جشن بگیرد. مینا جوشغانی، بی بی سی. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا فرمان وضعیت اضطراری ملی علیه ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. تحریمی که تجارت با ایران را ممنوع می‌کند. او در توضیح این تمدید گفته اقدامات و سیاست‌های حکومت ایران همچنان تهدیدی عمده و غیرعادی علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا است. این فرمان اولین بار 26 سال پیش در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون صادر شد. همکارم کامبیز فتایی از واشنگتن با ماست. دستور امروز جو بایدن چه تأثیری بر ساختار تحریم های آمریکا علیه ایران داره؟ کامبیز،
خب این دستور میشه گفت پایه تحریم های اولیه آمریکا علیه ایران هست، البته اولیه در برابر ثانویه رو منظورم هست، به این صورت که ثانویه تحریم های این است که کشورهای اروپایی آسیایی رو یا شرکت های اونها رو ممنوع میکنند و تحریم میکنند. در این مورد اساس کار رو میشه گفت بیل کلینتون در راستای اون سیاست مهار جمهوری اسلامی در اون دوران اعلام کرد و تحریم تجاری بود، همینطور ممنوعیت شرکت‌های آمریکایی از معاملات با ایران یا خرید و فروش نفت ایران، از جمله از طریق شرکت‌های زیرمجموعه‌ای که در خارج از آمریکا داشتن، که این میشه گفت شگردی بود که در آن زمان خیلی از شرکت‌های آمریکایی در آن دوران انجام می‌دادند، از طریق شرکت‌های زیرمجموعه‌ای خودشون در اروپا، آسیای کشورهای دیگر این کار رو انجام می‌دادند. این رو منع کرد در آن زمان، منتها میشه گفت از اون دوران تا به حال آمریکا و کنگره آمریکا به خصوص تحریم‌های بسیار بسیار گسترده‌تر و محکم‌تری رو وضع کرده که تمام اون تحریم‌ها میشه گفت تا حد زیادی بر این پایه‌ای بنا شد که آقای کلینتون در سال 1995 با این فرمانش در واقع بنیان گذاشت. البته از این فرمان‌ها باز هم هست، فرمان قدیمی‌تر ما داریم، فرمانی که جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا در دوران انقلاب ایران صادر کرد برای مسدود کردن دارایی‌های ایران نه فقط در آمریکا که در بانک‌های آمریکایی، در اروپا و آسیا و کشورهای دیگر، که اون هم میشه گفت اولین گام اساسی آمریکا به سمت مسدود کردن دارایی‌های ایران بود که همچنان هم شاهدش هستیم. اگر در کره جنوبی به طور مثال یا در بسیاری از کشورهای دیگر اگر اموال و دارایی ایران مسدود هست، حتی نه فقط در بانک‌های آمریکایی که در بانک‌های اون کشورها هم میشه گفت اون گام و اون قدم اول رو در اون دوران آقای کارتر برداشت، یا چندین سالها بعد آقای کلینتون، اینها گام‌های اولیه اما بسیار بسیار مهمیه که میشه گفت تا زمانی که روابط دوباره به حالت عادی برنگرده، حداقل این دستورات همچنان پابرجا خواهد بود و هر سال هم بنابر قانون آمریکا باید تمدید بشه، کاری که آقای بایدن انجام داد روز گذشته. کامبیز فتاحی در واشنگتن، متشکرم از تو. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در ملاقات تاریخی با آیت الله علی سیستانی، یکی از بزرگترین مراجع شیعیان جهان، در عراق دیدار و گفتگو کرد. مقام های ایران با هشدار درباره موج جدید کرونا، در آستانه سال نو سفر به شهرهای قرمز و نارنجی را ممنوع کردند. در ادامه این برنامه، برآورد تکان دهنده سازمان ملل از دورریز مواد خوراکی در جهان. رئیس جمهوری افغانستان میگوید انتقال قدرت از راه انتخابات برای حکومت او اصلی غیر قابل معامله است. محمد اشرف غنی امروز در مراسم گشایش سال سوم مجلس شورای ملی گفت هیچ کس نمیتواند درباره انحلال نهادهایی که در قانون اساسی آمده تصمیم بگیرد. اشاره‌ای به احتمال منحل شدن بعضی از نهادها از جمله مجلس شورای ملی در طرحی که در دیدار تازه زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با شماری از چهره‌های سیاسی آمده. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. محمد اشرف غنی در ملی شورا تالار آقای غنی در شرایطی به پارلمان رفت که به گفته خودش نسبت به هر زمان دیگری نیاز به بحث و گفتگو است. او گفت فرصت پیش آمده برای صلح در 42 سال گذشته بی‌نظیر است. مذاکرات صلح قطر. رئیس جمهوری افغانستان ادعا کرد که برای تحقق صلح واقعی و پایدار حاضر به هر گونه فداکاری است، اما فداکاری این نیست که از مسئولیتش که رساندن مردم به صلح است شانه خالی کند. و بعد راه انتقال قدرت را اصلی بیان کرد که طالبان هیچگاه انجام ندادند، انتخابات. انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است. ما آماده هستیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سرتاسری تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کنیم. در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.
موضوع دولت انتقالی صلح هفته گذشته و هنگام سفر زلمه خلیلزاد نماینده ای امریکا برای صلح افغانستان به کابل در گزارش برخی از رسانه‌ها مطرح شد، بعد از آن که او با شماری از چهره‌ها و گروه‌های سیاسی دیدار کرد. پایدار صلح تر رسیدل ممکن دی. آقای غنی در سخنان امروز خود بدون نام بردن از این طرح گفت که هر نهادی می تواند خیال و خوابی را در کاغذ بنویسد و به عنوان راه حل به مردم افغانستان توصیه کند، اما وثیقه سند افغانستان قانون اساسی است و افغانستان به وثیقه دیگری ضرورت ندارد. مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر بین نمایندگان طالبان و نمایندگانی از اقشار مختلف از جمله حکومت ادامه دارد، اما دو طرف پس از 6 ماه هنوز نتوانستند موضوعات مورد بحث را نهایی سازند. علی حسینی، بی بی سی، کابل. با ادامه اعتراض‌های مردم میانمار به کودتای ارتش که 1 ماه پیش اتفاق افتاد، سازمان ملل متحد خواستار اجماع بین‌المللی برای حل بحران این کشور شده. با وجود سرکوب شدید اعتراض‌ها، اعتصاب در بعضی از شهرهای این کشور ادامه دارد و شمار کشته‌ها دست کم به 55 نفر رسیده. معترضان خواستار آزادی رهبران در حصر و کنارگیری نظامیان از قدرت هستند. سوران قربانی گزارش می‌دهد. رویاروی نسل موسوم به زد با جنرال های میانمار، نسلی که از زمان تولدشان با اینترنت سر و کار داشتند و سلاحشان موبایل است. بیش از 1 ماه از کودتای نظامیان و آغاز اعتراضات مردم به این کودتا می گذرد و از آن زمان شهروند خبرنگاران میانماری از سبت خشونت کودتاگران کوتاهی نکرده اند. شرکت های یوتیوب و فیسبوک هم با حذف کانال ها و صفحه های متعلق به ارتش به یاری معترضان آمده اند. با بالا رفتن شمار کشته شدگان، معترضان خواستار حمایت جامعه بین المللی از آنها شده اند. اینجا با نوشتن R2P که مخفف حق محافظت از شهروندان است، از سازمان ملل می خواهند وارد عمل شود. ولی کاسه صبر دیپلماسی از کاسه صبر این جوانان دیرتر لبریز می شود. نماینده سازمان ملل در امور میانمار گفت مردم میانمار و کارمندان متحد و قهرمانان و محافظان دموکراسی در این کشور هستند، ولی او هشدار داد امیدی که آنها به سازمان ملل و اعضایش بسته بودند در حال کم رنگ شدن است. اشاره ضمنی به اینکه قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی حرف آخر را می‌زنند، در این مورد چین، روسیه، هند و ویتنام. اما سازمان ملل می‌تواند چه کار کند؟ تحریم تسلیحاتی، بلوکه کردن سرمایه و تحریم افراد. در آخرین گفتگوی فرستاده ویژه سازمان ملل با ژنرال‌های میانمار، آنها به او گفتند که نظامیان به تحریم عادت دارند. نشانه ای از نادیده گرفتن خواسته سازمان ملل برای آزادی زندانیان و واگذاری قدرت. میانمار 10 سال پیش از 5 دهه دیکتاتوری نظامی‌ها رهایی یافت، اما سایه آنها بر دموکراسی جوان این کشور باقی ماند و انتخابات پاییز گذشته بهانه‌ای برایشان شد تا بار دیگر قدرت را قبضه کنند و آنگ سان سوچی رهبر منتخب این کشور را به حصر خانگی بفرستند. اما این جوانان که در 1 دهه گذشته تا حدودی مزه داشتن یک دولت منتخب و دموکراسی نیم بند را چشیدند، به این آسانی دست بردار نیستند. همزمان با نافرمانی مدنی و حضور در خیابان در تلاش برای پس گرفتن حقشان هستند و تصاویر خشونت پلیس و نظامیان را لحظه به لحظه گزارش می‌دهند. قطع اینترنت توسط ارتش ممکن است آنها را خلع سلاح کند و نسل زد در میانمار اولین شکستشان را از نسل تفنگ و بارود تجربه کنند. سوران قربانی، بی بی سی. مردم دنیا هر سال نزدیک به 1 میلیارد تن غذا را به سطل زباله می‌ریزند. طبق برآورد تکان دهنده برنامه جهانی غذا که تشکیلات زیر نظر سازمان ملل متحد است، سالانه 930 میلیون تن غذا دور ریخته می‌شود در شرایطی که گرسنگی و کمبود منابع به یک بحران بدل شدند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. با 930 میلیون تن غذا می‌توان 23 میلیون کامیون غول‌پیکر را پر از غذا کرد. اگر این همه کامیون پشت سر هم صف بکشند، می توان 7 بار دور کره زمین حلقه بزنند. این حجم انبوه غذایی است که انسان ها هر سال دور می ریزند. برآوردی سرسام‌آور و گیج کننده از سازمان ملل که جامع ترین برآورد محسوب می شود.
در شرایطی که 650 میلیون نفر در دنیا شب را گرسنه می‌خوابند و 3 میلیارد نفر توانایی مالی خرید غذاهای سالم را ندارند، چنین حجمی از دورریز غذا غیر عقلانی و نگران کننده است. این تحقیق نشان می‌دهد که فرق زیادی بین میزان دورریز غذا در گروه‌های درآمدی مشابه در کشورهای ثروتمند یا کشورهای فقیر وجود ندارد. این تحقیق محدودیت‌هایی هم در جمع‌آوری اطلاعات داشته، اما یک تصویر کلی از اسراف منابع غذایی به دست می‌دهد. به غیر از اندکی مراقبت و مسئولیت پذیری، کارهای ساده‌ای هست که هر خانواده معمولی می‌تواند انجام دهد. فقط یه ذره فکر کردن و تغییر ذهنیت رو میطلبه. استفاده کردن از چیزهایی که دور و برمون وجود داره. اگه غذایی زیاد میارید یا غذایی هست که تاریخ مصرفش داره تمام میشه، از یخچال و فریزرتون استفاده کنید. فریزر مثل دکمه پازه. غذایی که فکر میکنید باید دور ریخته بشه، بذارید توی فریزر. چه پنیر باشه، چه شیر، میوه یا هر چیزی رو که بعداً نیاز داشتید در بیارید و بخورید. این کارهای کوچیک میتونه تغییر بزرگی ایجاد کنه، برای اینکه برخلاف تصور عموم این رستوران ها نیستن که بیشترین غذا رو دور میریزن، چون سهم اونها طبق این تحقیق فقط 3%. مشکل خونه هایی هستن که 70% غذا رو دور میریزن. مشکل اسراف غذا فقط به بحث گرسنگی و اتلاف منابع محدود نمیشود. غذاهای دور ریخته شده 10% گازهای گلخانه دنیا را تولید میکنند. گازهای گلخانه‌ای باعث و بانی گرمتر شدن زمین و بحران تغییرات اقلیمی هستند. اگر دورریز غذا را یک کشور در نظر بگیریم، بعد از آمریکا و چین بیشترین سهم را در برهم زدن سلامت طبیعت دارند. در دنیایی که نصف جمعیتش با غذا رابطه ناکافی و ناسالمی دارند، سرانه جهانی اسراف غذا سالی 74 کیلوگرم برای هر انسان است. سیاوش اردلان، بی بی سی. و برای مطالب متنوع دیگه همیشه میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید، bbcpersian.com. همین حالا در صفحه وبسایت ما مطلبی هست در مورد برلینالی امسال، برلینالی 2021، خرس طلای 71مین دوره جشنواره برلیناله امسال به رومانی رفت. هیئت داوران 6 نفره امسال که بجز محمد رسولو فیلم های بخش مسابقه رو در سینمای در برلین دیدن، جایزه اول این دوره رو به فیلم برتر بخت بد به کارگردانی رادوجود دادند. فیلمی که محصول مشترک رومانی، لوکسامبورگ، چک و کرواسیه. فیلم های از ایران هم امسال به نمایش درآمده. میتونید این مطلب رو، مطلب مفصلی هست، در وبسایت ما بخونید. میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.